ما این بار قانون صفر ترمودینامیک رو میکنیم تو حلقه و قانون دوم ترمودینامیک رو از هیپوتالاموس مغزی بیرون میکشیم. این بار نه از سعدی شیراز بلکه از سعدی فرانسه کمک میگیریم و معادلات لاگرانژ و ترمودینامیک را آنچنان در مغزت فرو میکنیم که آن را بعد ها بگن تپانده شده تا به جای اینکه در مغز فرو رفته است. ما این بار با هوش رژیم رو عوض خواهیم کرد. ما هدفمون فقط تغییر رژیم نیست، ما هدفمون تدریس تغییر رژیم در جهان هستی است تا شاید کره شمالی هم نجات پیدا کند. خوش آمدید به 55 برنامه شب بخیر ایران. آنتروپ رازی بزرگ که هاکینگ هم رو هواست. بالا مالو منالا میکنی هاشا بارت میرنج اولا بلنج سیسه و سنگ مستی ماشالله مستی ماشالله که روشه خون که به جوشه خلق به خروشه داره تماشا خوزه رو کای صادق و کازه شهر با نایب جمله گیر و سفا مستی ماشالله رنجه مار سر گنجه پنجه به پنجه گشنه و دار اون که بیداره دستاش بکاره حق و میگیره آخر دفا مستی ماشالله خب خوش آمدید به برنامه شب بخیر ایران 55. شب بخیر ایران ها هنوز به 90 نرسیده است. این حرفی بود که چند سال پیشم ما خدمت شما گفتیم. بعضی از حرفا مال الان نیست، مثل اینکه مثلا وقتی راجع به سعدی و مولوی و اینا حرف میزنیم شما شاهد این حداقل بودید که من 20 و چند سال پیش هم در تلویزیون ایران راجع بهش حرف زدم، 20 سال پیش حرف زدم، 17 سال پیش حرف زدم، حتی شعر تیتراژ پایانی سیمرغ رو گفتم. پس معلوم بوده که نگاه هم اینجوری بوده. اما چیزی رو که شما شاید فراموش کرده باشید و چندین بار رو آنتن تلویزیون ایران از من شنیدید، کلمه‌ای به نام آنتروپ بوده. آنتروپ کلمه ایست که هیچ انسانی در کره زمین آن را نمی داند. یعنی در جهان کلن 30 نفر ماکسیموم موجود هستند که آنتروپ را می فهمند. این رازی بوده که بسیار مهم بود. حتی در برنامه صندلی داغ هم من اشاره مستقیم الخط یک نواخت کردم که جهان از آنتروپ به تروپ رسیده است. چیزی رو که الان هاکینگ ها هم رو هوا هستند. چرا؟ زیرا که داروین برای فهمیدن حلقه گمشده موجودش در نظریش باید یک فارسی بلد باشد، دو مولوی و سعدی و حافظ خوانده باشد، سه حتما باید
برای بوسیدن دست و پای اهل تصوف خود را آماده کند و سکوت کند و دو زانو بنشیند تا دم زند بهر او روح. دم مزن تا دم زند بهر تو روح. همینطور که آقای داروین کلن نمیدونه چی گفت و رفت، همینجوری هم آقای هافکین که یک جملش فقط خیلی خوبه و عرضم حضور شما، اون هم راجع به سیاه چاله هاست و به هر حال منطقیه که میخوام بعدن توضیح بدیم. عرضم حضور شما که این دانشمندان هم متاسفانه اگر فارسی بلد نباشن و نتونن سعدی و مولوی و حافظ و اینا رو بخونن، هیچ وقت نمیتونن مطالبی رو مثل آنتروپ رو توضیح بدن. حالا من چرا این انتخاب کردم؟ برای اینکه یک چند دقیقه به صورت عادی و عامیانه توضیح بدم اصلا آنتروپ یعنی چی و چرا حسینی 26 سال کمش این کلمه آنتروپ رو به تروپ میگه، و اگر یک آدمی این جمله حسینی رو میرسون به گوش اون فیزیکدانی که در خارج از کشوره که الان برای من شد این آتئیست، اون حتما میگفت این چی میدونه راجع به آنتروپ، و یک جلسه 4 دقیقه‌ای با این آدم میذاش به نام حسینی، میگفت شاید اصلا هیچی نمیفهمه، با لگد ما رو پرت میکرد بیرون، یا اینکه برای فهم خودش از استفاده میکرد. این خیلی نکته مهمیه. من خاطر اسمش رو نمیخوام بیارم، یکی از چیزایی که بعضی از فیزیکدان‌های بزرگ کشورمون که من خیلی دوستشون دارم و برای بوسیدن دستشون همیشه رفتم خدمتشون، در یک جمله مشترک بودن و اون این بود که میگفتن بزرگترین خیانت به کشور ایران این بود که حسینی از فیزیک وارد هنر شد. چرا؟ چون اون وقت در فیزیک نظریاتی میتونست ارائه بده، میتونست کارهای دیگه‌ای بکنه. و متاسفانه همیشه فیزیکدان‌های ایرانی و جهانی همیشه در فقر و مشکلات و مادی و مهمترین آدم ها هستن و همیشه هیچ کس بهشون توجه نمی کنه. حالا من آنتروپ هم توضیح خوانم. چند قبل از این که آنتروپ رو توضیح بدیم و ببینیم چجوری ما قراره با آنتروپ رژیم رو عوض کنیم و رژیم چرا عوض میشه چه بخواد چه نخواد، زیرا که رژیم اصلا آنتروپ رو نمی فهمه یعنی چی. یعنی با سوادترینش احمدی نژاد که اوج سواد و شعور و تفکری رژیم بود، و واقعا چیزی که شما نمیدونید ملت ایران اینه که واقعا رژیم تمام زورش از نظر علمی داره میزنه که اقتصاد درست کنه. فکر نکن میخواد خراب کنه، نه بابا، خنگتر از این ارواز. این مشکلی که شما هنو نمیدونی، یعنی تمام قباش گذاشته برای اینکه مملکت رو درست کنه که از دستش نره، ولی چون با فیزیک و تصوف و ریاضی و اینا آشنا نیست، نمی فهمه باید چه کنه. این حکومت با این میلیاردها دلار و اتفاقات الان جهان هستی واقعا باید 4000 سال میموند و برنامه ریزی هم کرده بودن. چرا باید 40 سال بره؟ به دلیل اینکه هنوز نمیدونه که مقر فرماندهی جهان هستی الان در ایرانه، یعنی در اصل سوفیسم و اهل تصوفه. چرا؟ چون آنتروپ فقط اهل تصوف میفهمه و فقط اهل تصوفه که چند صد سال پیش مدون و مشخص نوشته که از آنتروپ ما تروپ تولید میکنیم. حالا توضیحاتش میدم. یک چیز دیگه هم اینه که حالا بعضی حالا یواش یواش دیگه تو صفحات مجازی، من اصلا کاری نکردم، یعنی واقعا من هیچی نگفتم، مردم خودشون ریستارتی هم دیگه، خودشون فهمیدن که باید حمله کنن به لایو تلویزیون ها. جالبه دیگه، من الان یه روب میخندیدم یه الان یک به یک شبکه دیگه زنگ زدن و سوال کردن آقا شما چرا ریستارت حرف نمیزنین؟ مردم خودشون فهمیدن که آقا شما که میگی من تلویزیون خبری دولتی هم پولتو داری مثلا از آمریکا میگیری یا از انگلیس میگیری یا تو انگلیسی یا داری چرتپر پخش میکنی و یا سریال و فیلم و مسابقه پخش میکنی، آقا سوال مردم در اصل اینه که آقا چطوری شما این 20 میلیون رو پنهان کردید؟ چطوری جواب این 20 میلیون داده نمیشه؟ چجوری 39 سال پدر مردم رو در آوردید و مردم رو گول زدید و رژیم عوض نشده؟ الان خط مرز مشخص فهم و نفهم، جاسوس و غیر جاسوس، دانا و غیر دانا، نامرد، اینا همه در ریستارت مشخص شده.
چرا؟ چون عصبی شده دیگه، هی مسیج زده هیچ کی جواب نده. 150,000 تا به بی بی سی، نمیدونم 50,000-60,000 تا به وایس آف آمریکا، حدود 15,000-20,000 تا به این شبکه‌هایی که دعای آزادی بیان و بی‌طرفی میکنن. اگه بخوام دونه دونه رو بهتون بگم، از صفحه هنرمندا که کامنتاشونو بستن بگیر تا بقیه، همین جوری. یعنی اگه واقعا دروغ نگم تو این دو هفته سه هفته بالای 250,000-300,000 کامنت مردم گذاشتن، دیدن جواب داده نمیشه. حالا حمله کردن به لایوهای تلویزیونی، برنامه‌های زنده تلویزیونی ها، و حرف من هم مشخصه. ببین جمهوری اسلامی که منو پخش نمیکنه که، ریستارت که پخش نمیکنه، برنامه که پخش نمیکنه، ما میلیونی ریستارتیا رو پخش نمیکنه که. تکلیف ما معلومه، اون دشمن ما. اونایی که میگن ما با اینا دشمنیم، مثل بی بی سی، مثل وایس آف آمریکا، مثل شبکه‌ها، رادیوها، اینا. سوال مردم اینه، اگر شما با جمهوری اسلامی مثلا با اصولگراها و حاکمیت داخل کشور مشکل دارین، چطور 12 سال حسینی تلویزیون نداره، صدا نداره، و دو چطور حالا که ما میلیونی هستیم از ما حرف نمیزنین؟ یه رازی تو اینه که در اصغر فرهادی هم بود، فراستی باید فش خار مادر به فیلم اصغر فرهادی بده، اگر نده خره. اصلا فیلمی که وزارت اطلاعات میاد بیرون مینویسن شما 4 تا مخالف شدید این اصولگراها. چرا؟ چون وقتی شما فش بدین به اصغر فرهادی و اسکار و اینا، مردم گول میخورن، فکر میکنن این فیلم مال ما نیست. خب اگر الان مثلا میگم 4 تا آخوندک و اینا بیان و 2 تا از این آدم های اصولگرا بیان از فیلم تعریف کنن، که تو خب میفهمی سا به سادگی که این مال جمهوری اسلامیه. یعنی زد درست کردن تو خودشون، یعنی اپوزیسیون های مسخره درونی. این اپوزیسیون های مسخره درونی کارش اینه که مردم رو در جای جای های مشخص گول بزنن. یعنی فیلم که اومد بیرون برای اینکه بره اسکار، مردم گول بخورن، تبلیغ کنن تا بتونه ترامپ رو شکست بده و تغییر رژیم اتفاق نیفته، فراستی میاد فوش میده، اون میاد فوش میده، اون یکی میاد فوش میده. این فرمول خیلی ساده است. همین اتفاق هم در خارج از کشور افتاده. الان میرن تو شبکه فلان، شبکه بی بی سی، میگن خب پس شما دنبال تغییر نظام نیستید، و بی بی سی هم هزار دفعه گفته آقا ما دنبال تغییر نظام نیستیم. ما اعتقاد داریم باید، بی بی سی میگه ما اعتقاد داریم باید 8000 سال طول میکشه ایران رو درست کنیم، ما دنبال اصلاحاتیم. هانی 8000 سال ملت ایران به ما فرصت داده، ما مملکت درست میکنیم. همهشون استخدام شدن توی شبکه، استخدامه دیگه، نمیتونه بندازه وایس آف آمریکا بیرون، استخدامه. یعنی یه نفوذی از جمهوری اسلامی اومده 15 نفر استخدام کرده، برای همین حسینی چهره محبوب تو، مثل شاسکولا تو خیابونه. حالا من که حرفی نزدم، چیزی هم نگفتم، ولی مردم باهوش شده. اینا نکات بسیار مهمی بود که باید میگفتم و الان میگم، بس به من هیچ ربطی نداره. میخوام ببینیم که چجوری ما میخوایم رژیم رو عوض کنیم، که خب راز دیگه. بعضی از گروه ها ممکنه پس آقا چجوری واقعا میشه رژیم رو عوض کرد، و باید آنتروپ رو توضیح بدیم. قبل از اینکه من اینا توضیح بدم، یه اشاره دیگه کنم. ببین بعضی اعداد میلیون دلار پولشه. عدد 67 یکی از عددهای پولساز میلیون دلاری بوده که خیلی ها پول خوردن روش. عدد 78 یکی از اعداد پولسازه، ولی حدودا مثلا بین، من فکر کنم 400 میلیون دلاری سود داشته. عدد 88 عددی بوده که چیزی حدود 1.5 میلیارد 2 میلیارد دلار مینیمم من میبینم و تو هم میبینی. اینا اعداد بسیار مهمیه. یعنی 78 57 بزرگترین گرانترین عدد 57 بوده، یعنی چند بیلیارد پولش بوده. ولی شما این عدد رو نمیشناسی، شنیدی یا نمیشناسی. وقتی شما میگی 57 یعنی بی بی سی توش نیست، یعنی بی بی سی الان، قبلا بوده دیگه. 57 یعنی عدد تغییر رژیم، پس سلطنت طلبا باش درگیره. یعنی اگر تو یک برگه بیا تو صفحه مجازی فیسبوک لایک بزنی، روش نوشته باشی که ما 57 ما را عوض کردیم، پدر ما را در آوردین، ما را فران کردیم، تو داری ناخودآگاه کمک میکنی به سلطنت طلبا. چرا؟ چون اونا سال 50 اونا اصلا کلا نظام قبول ندارن، میگن نظام برداشتن، شاره بردن، اینو بردن.
ولی وقتی می‌رسی به سال 67 دیگه سلطنت طلب توش نیست. سال 67 کشتار مجاهدین خلقه که تو نظام بودن، یعنی 57 تا 67 قبول دارن، یه پول جدید باز میشه، چند میلیون دلار دوباره توش پوله. وقتی تو میگی سال 67 اعدامای 67، یعنی داری کمک میکنی به مجاهدین خلق برای اینکه بگی آقا این اعدامهای 67 بوده. چون مجاهدین هم میگن چی؟ میگن که آقا حکومت ما تغییر دادیم، نه دست ما گرفته. وقتی میرسی به سال 78 شما دانشجوها قیام میکنن، یک اپوزیسیون جدید میلیون دلاری، یعنی دوباره یک گروهایی در خارج کشور و داخل کشور لابی هایی دارن و میرن دوباره پول میگیرن از این کنگره، از اون کنگره، من از اون فلان، از اون فلان، دوباره پول میگیرن. دانشجوها آزادیه بیان، دانشجوها آزادیه بیان. سال 88 اصلا سلطنت طلبی توش نیست، چون مال اصلاح طلباز. اونجا هم بیلیون دلار توش پول به جا به جا شده. خوشگله بابا. چرا؟ چون تلویزیون ها و خارج و داخل اومدن گفتن آقا رژیم عوض نشه، اصلاح بشه. این شد سال 80. پس عدد 88 میلیارد دلار پشتش پول بوده. پس اگه تو فیسبوک را عددی رو به نام 88 میبینی و این تاریخ تر رو لایک میزنی، یعنی اصلاح طلبی، یا خنگی داری اصلاح طلبا رو تبلیغ میکنی. اگر عدد 78 رو داری لایک میزنی یا فشار میدی یا هر چیزی، تو داری از یک اپوزیسیون دانشجوهای چیزی دفاع میکنی که الان هم دارن پول میخورن. اگر عدد 67 رو فشار میدی، یعنی داری به مجاهدین خلق کمک میکنی و یک اپوزیسیون داخل نظامی که اهل هم و هدایان هم توشن. اینا هم مال 67 دارن، اینا خیلی مهم، چون اینا کشتار برادر کشی شده. داداشا هم دیگر زدن کشتن، جفتشون برادران زیر نظر تاچر بودن، تاچر انگلیسی بودن، یعنی حزب تاچر تقسیم به دو شد، هم دیگر رو کشتن. و سال 57 اگه دکمشو داری در فیسبوک یا دنیای مجازی فشار میدی، یعنی داری سلطنت طلب کمک. ما چی میگیم؟ ما میگیم ما ملت ایرانیم و میلیونی هستیم. ما باید روی این اعداد سوار بشیم برای آزادی بیان برسیم. باید به اون چیزی که میخوایم ریستارت یا برسن، یعنی باید به همه این اعداد سوار شن و از این اعداد استفاده کنن. مثال کوچولو زدم فقط بدونی که میلیاردها دلار تو همین دوره 39 ساله جابجا شده، فقط برای اینکه بدونی. حالا چجوری اینا میفهمن؟ تو فکر کن مثلا 50000 نفر عدد 67 فشار میدن. نکشید، ادام نکنید، اونا نکنید، چرا ادام کردی؟ چرا کشتی؟ برای چی کشتی؟ چرا میخواستی بکشی؟ چرا کشته شدی؟ چه کشته شده است؟ این میشه 50000 تا لایک و صفحه مجازی و اینا میشه یه دفترچه. یکی از مجاهدین اینو برمیده میده تو لابی آمریکا، میاد میگه ببین اینها با ما موافقن، ما اگر رژیم رو عوض کنیم من میتونم حکومت رو بگیرم دستم، و پول هنگفت ازش میگیره و ازش استفاده میکنه. من با هیچ کسی مشکل ندارم، من فقط دارم توضیح میدم که در جریان چیه. ما کلن چی میگیم؟ ما میگیم کلن باید رژیم بره، جمهوریت بره، اسلامیت بره، تصوف بیاد. ما کل حرفمون اینه و از نظر علمی و سوادی و خرد جمعی بهش اعتقاد داریم. به همه خاطر هیچ کدوم از اپوزیسیون ها، من واقعا نه باهاش دشمنم به خدا، نه باهاشون درگیرم. من فقط اگر به کسی محبت کردم میگم بدهکاری تو به ما بده، یعنی من دارم رسما به اصلاح طلبا میگم بابا پسرای خوب، دختر خوب، به من پولی دادی اصلاح طلب؟ میگه نه آقا حسین. میگم در ایران بودم به من پستی دادی؟ میگه نه آقا حسین، شما استعداد خودت بوده اومدی بالا تا تلویزیون. میگم چاکرت هستم. از ایران اومدم بیرون سال 88، رفت نرفتم رو آنتن از میر حسین و کروبی دفاع نکردم که آدمایی بودن که توی اصلاح طلبا. میگه چرا آقا حسین؟ میگم خب خوشگله من قربونت. حالا بچهای ریستارت میلیونی شدن، میگن این بدهکاریتونو به حسینی پرداخت کنید، این شبکه بی بی سی تونو اعلام کنید که این خبر ما رو بزنه، نیروهاتون در وایس آف آمریکا رو بگین خبر ما رو بزنه که آقا میلیونی شده ریستارت، تموم شده ریستارت، تموم شده، تموم شده، ترکونده و تموم شده. اینو بزن، بدهکاریتونو پرداخت کن آقای سلطنت طلب، به ما بدهکاریتو پرداخت کن آقای نمیدونم مجاهد خلق حسینی از 67 هفته، بدهکاریتو ما میری تو لابی بگو آقا اینه یه اپوزیسیونی هم وجود داره که اینجوری هم میلیونی هم. مگر اینکه حسودی، مگر اینکه پیامی داری، مگر اینکه هدفی داری. ما اصلا با کسی دعوا نداریم. ما یه 25-6 میلیون داریم میشیم، کلا 25-6 میلیون بدبخته با شورتک و دست خالی و بدبخت و دو تا سیم و کلا چیزی نداریم. ما فقط اعتراضمونو میگیم، ولی خب بلدیم که کجا سوراخ رو و به سوراخ
تبدیل کنیم و فشار رو بدیم. ما اینو خوب بلدیم، چرا؟ چون قوانین فیزیک و ترمودینامیک رو بلدیم. حالا مردم، حالا من قول بهتون میدم قبل از خواب همه دارن تو بی بی سی کامنتشون رو میذارن، اصلا شده نمیدونم ویسکی شب قبل خوابشون، نمیدونم نماز قبل از خوابشون، دو تا فشار میدن توی بی بی سی، دو تا فلان، یه متلک اونجا، لایوارم دارم میریزم به هم، نندازین گردن من که حرفی بزن. خب اما آنتروپ چیه؟ ببینید ما خیلی مختصر و مفید در عرض 4-5 دقیقه من آنتروپ رو توضیح بدم، فقط برای اینکه شما بدونید که چجوری میخوام رژیم عوض بشه. ببینید فرض کنید که شما از خونه رفتی بیرون. سوالی که الان دانشمندان جهان رو هوان اینه، سوالایی که خود آقای استیو هاوکینگ هم راجبش حرف میزنه اینه، شما فرض کن که توی خونه ای هستی، اوکی، شب میخوای با شوهرت بری بیرون، اوکی، پنجره خونه رو شانسی باز میزه، میری خونه مامانت اینا، شب طوفان میاد، باران و طوفان میاد، این پنجره خونه که بازه، باد با شتاب وارد خونه میشه، قاب عکس رو میندازه، میز رو میشکونه، فرش رو بلند میکنه، کاغذ ها رو میریزه به هم، همه اتاق تو رو میریزه به هم. از یک سولاخ کوچولوی دیوار خونه شما بادی میاد و همه چیزو میرزه به هم، به این میگن حد اکثر بی‌نظمی، یعنی یک سوراخی که باز بوده خونه ریخته به هم. حالا سوال دانشمندان جهان در این چند هزار سال چیه؟ سوال بسیار ساده است. سوال اثر پنهان موجود در کتاب‌های افلاطونه. سوال دانشمندها اینه که توش گیر افتادن و جوابش فقط دست اهل تصوفه. چیه؟ اینه، میگه فرض کنیم، چرا فرض نکنیم که پنجره اتاق رو که باز گذاشتی سیل و طوفان اومد، به جای اینکه خونه رو به هم بریزه خونه رو درست کنه. یعنی باید بیاد تو لیوانا چیده شه، کاغذهای شما درست چیده شه سر جاش، مب سر جاش بذاره اگه کجه. چرا براستی در جهان هنگامی که پنجری بازه خونه رو به هم میریزه؟ و چرا ما نمیتونیم کاری کنیم که وقتی پنجری خونه بازه نظم به خونه وارد شه؟ این سؤال دانشمندانه. هاوکینگ لای این گیر کرده، یعنی کلن آقای هاوکینگ اگر دوتا جمله خوب گفته باشه کلن لای این گیر کرده. لای چی گیر کرده؟ لای سیاه چاله ها گیر کرده، جای گیر کرده که نمیدونه باید چی کار کنه باهاش. یه چیزی بهتون میگم بخندیم، من قرار بود که یه برنامه صفر ریستارت هم بدم بیرون، این از کجا براشم؟ از برنامه ترمودینامیک، یعنی قانون صفر ترمودینامیک. چرا قانون صفره؟ چون اینا قانون یک رو درست کردن، بعد رفتن قانون دو رو درست کردن، دیدن قانون دو یه چیز دیگه است اصلا، همه زد و نقیزه. قانون مثلا برای اینکه متوجه، قانون یک میگه همه مردها مردن، زنها زنن، قانون دو ترمودینامیک میگه همه زنها مردن و همه مردها زنن، قانون سوم نیوترمودینامیک میگه نه زنی وجود داره نه مردی. اینا دیدن نمیفهمند. سعدی مال بچه فرانسه که دانشمندا بوده که این اومد قانون دوم ترمودینامیک داد بیرون. وقتی اومد بیرون یه قانون صفر درست کردن تو ترمودینامیک، گفتن قانون صفر هم بذاریم وسط. پس سوال کجا شروع میشه؟ سوال اینجا شروع میشه که چرا هیچ وقت یه اتفاقی نمیفته، مثلا زلزله یهو نمیاد که عرضم حضور شما که خونه ها ساخته شه؟ چرا وقتی زلزله میاد دوتا خونه ساخته نمیشه، همه خونه ها خراب میشه؟ چرا به نظم تبدیل نمیشه؟ تصوف میگه چی؟ تصوف میگه از آن تروب تروب درست میشه. یعنی چی؟ آقای داروین چی میگه؟ آقای داروین میگه یک اتفاقی در جهان افتاد، انسان خلق شد. تصوف میگه توان تبدیل آنتروپ به تروپ دست ماه.
یعنی چی؟ یعنی پنجره خونه رو من میتونم باز بذارم، ولی وقتی رفتی برگشتی به جایی که خونه رو بریزه به هم، اتاقت تنظیم کنه و تربیت کنه اتاقت، بچه هات هم ببره بخوابونه. مگه نمیشه این انرژی، این انرژی نمیتونه جای دیگه بره؟ که شما یه پنکه تو خونه روشن کردی، پنکه گذاشتی، درست دکمه روشنشو نزدی، چرا هوای گرم میشه خود پنکه را نمیفته؟ این انرژی جنبشی ها چیه این وسط؟ اصلا راز بزرگ هستی در اینه. شب خیرانه قبلی من توضیح دادم یه دفعه، حالا توی آنتروپوتروپ توی برنامه، حتی در مصاحبه با صندلی داغ هم من اینو رو آنتن تلویزیون چندین بار گفتم، اما تو شب خیرانه قدیم توضیح دادم که صفر هم، مفهوم کلمه صفر هم در سیاه‌چاله دیده میشه و این مشکل اساسی این سیاه‌چاله. حالا چرا اینا رو من میگم؟ چه ربطی به تغییر رژیم داره؟ حالا یه قانونی وجود داره در ترمودینامیک، میگه که یک انرژی یک سیستم میتونه، الان بدن من یه سیستمه، خودش داره کارهای انجام میشه توش دیگه، مشخصه سری چیزهایی که بغل هم قرار میگیره برای یک گروهی، برای یک حرکت. میگه انرژی یک سیستم اگر کم بشه آنتروپی کم میشه. دانشمندان طبق روال میگن اگر ما بتوانیم انرژی یک سیستم رو کم کنیم، آنتروپی به صفر میرسه، میتونیم دوباره این ترتیب ما رو تو جهان با چشم پوشی دادن، مثل همون عدد پی که انتها نداره، چشم پوشی کردن، بیزی رو کردن دایره، دایره رو توضیح نمیتونن بدن، حالا رفتن تو سهمی، رفته رو هوا، عضلی رفته رو هوا، همه ریاضی رفته رو هوا. حالا تو ترمودینامیک هم همین مشکل رو داریم. تو ترمودینامیک هم یاره میگه آقا انرژی یک سیستم رو اگر کاهش بدیم آنتروپی کاهش میکنه، میشه نزدیک صفر، ولش کن حسینی، صفر بدونش. اما ترمودینامیک آماری میگه اصلا این شوخی رو نکنیم، احتمال این که زلزله بیاد دوتا خونه ساخته بشه هست. نمیتونی شما بگین احتمال نیست. من یه مثال، دوتا مثال ساده میزنم، تمام چوپونا بلدن، تمام کشاورزا بلدن. حالا مثال میزنم، ببین خوشگل من، اگر قانونی در این آنتروپی باشه که تو ندونی، به عنوان مثال برای اول اینو برات توضیح بدم، شتاب جاذبه رو 500 سال پیش، 2000 سال پیش، 4000 سال پیش راجبش خوب نمیفهمیدن. آیا این قانون بود؟ بله آقا حسینی بود. همه میدونستن که حتی غذا میخورن شتاب جاذبه رو برداری نمیتونن غذا بخورن، اینو میدونستن. یعنی یه قانونی بود ولی نمیدونستن. دقت کن، ترمودینامیک میگه اگر یه قانونی به این حرکت موجود باشه، اون وقت آنتروپ به تروپ تبدیل میشه. یعنی چی؟ حالا نگاه، برو تو کشاورزای ایران سوال کن، میگن حسینی درست میگه، جدا کردن کاه از جو کارش چیه؟ خیلی کار ساده ای میکنن. اینا مثلا جو که ریخته زمین یا گندم ریخته زمین، هر چیزی که ریخته، این چنگک ها رو فقط بلند میکنن. وقتی چنگک ها رو میزنن زیر این گندم و جو اینا، بلند میشه میره رو هوا. وقتی میره رو هوا، روزی این کار میکنن که باد میاد، باد کاهو میبره یه ذره اونورتر میندازه با این، چون سبکی داره، گندم و جو میمونه رو زمین بدون اینکه تو بخوای بفهمی آنتروپ به تروپ تبدیل شده با قانونی به نام باد. پس الان ممکنه در جهان قانونی موجود باشه که انسان آفریده شده. چرا اهل تصوف اینو توضیح نمیده؟ برای اینکه میخواد در خریتش بمونه. حسینی سیب خورد، آدم اومد سیب برد، نه، حلقه گمشده رو باید برای فهمیدنش دوزانو مقابل صوفیان نشست و به جای اینکه بزنیم سقراط و افلاطون اینا رو بکشیم، یاد بگیریم ازش. حالا میخوام ربطش رو بفهمونیم به این قضیه. سیستم ایران اصلا شبیه یک سیستم نیست. اسم ایران هست سیستم منزوی در ترمودینامیک. در سیستم منزوی قوانین بسیار عجیبی هم توش وجود داره. من یه دونه مثال دیگه کوچولو بزنم. میوه فروشا، شما نگاه کن، میوه فروشا جعبه رو برمی‌دارن، میخوام تروپا آنتروپو توضیح بدم، جعبه رو برمی‌دارن یه تکون میدن، وقتی تکون میدن گنده ها میاد بالا.
یعنی نظم میشه منظم، به جای اینکه بعد دونه دونه اینا رو بده بالا، یه تکون که جعبه رو میده گنده ها میاد بالا، کوچولوها میره زیر. این بر اساس یک قانونی وجود داره به نام شتاب جاذبه، یعنی این شتاب جاذبه وجود داشته باشه حل میشه. روش تغییر رژیم ایران همانند روش تغییر رژیم آمریکا نیست هموطن. شما در آمریکا میتونی تظاهرات کنی، وقتی میتونی تظاهرات کنی میتونی رژیم رو عوض کنی. تغییر رژیم ایران همانند تغییر رژیم در انگلستان نیست که تظاهرات سکوت را بندازی. هر کدوم از این کارا رو که کردی خودتو چند سال انداختی عقب، زیرا که سیستم ایران یک سیستم مشخص نیست که ارتباط با کشورها یا دانشها یا خردها یا زوایای دیگری در جامعه داشته باشد. نه مطبوعات آزاد، نه تلویزیون آزاد، نه صدای آزاد. کشور ایران مهره درست میکند در صدای آمریکا برای اینکه استخدام کند یاران خودش رو، که بعد اخباری رو بزنه که مثل الان برو ببین در بی بی سی یا در صدای آمریکا به ترامپ فحش میدن یا نه. اگه فحش میدن مال جمهوری اسلامیه. هر کی داره اسقر فرهادی رو پروموت میکنه با جمهوری اسلامی، چون اصلا اسقر فرهادی عدد مهم نیست، یه شاسکول اون وسط. مهمترین چیزی که اسقر فرهادی داشته اینه که یه فیلم فرستاده، و مهمتر از اون این که با یه پولای یا چیزای دیگه هالیوود الکی به این جایزه داده تا اون نطق خونده شد، اون پشت خونده شد. اصلا دعوا سر اون نطخه است. اسقر فرهادی یه مهره بدبخت بیچاره مثل یه گردو اون وسط، این لگد میزنه اون میزنه، اون میگه بیا بوس منم، اون میگه برو گم شو. اصلا خودش هم میدونه فیلمش مسخره بوده، کارگردانی بلد نبوده، افتضاح بوده، واقعا قبلیش خوب بوده بعدیش افتضاح بوده، همه میدونن اینو. پس همه این سیستم داره اون کارو میکنه. اینو بهش نمیگن یک سیستم مشخص، اینو بهش این حرفا رو نمیزنن، اینو بهش میگن سیستم منزوی. حالا چی میخوام بگم؟ جمهوری اسلامی سیستمش تر ترمودینامیک اسمشو میگن. اگر یک سیستم منزوی باشد هیچگاه آنتروپی کاهش نمییابد. یعنی اگر یه سیستم مثل کره شمالی، الان میفهمی حرف من چیه؟ ببین اگر یک کشوری مثل کره شمالی رو ما بخوایم رژیمش رو عوض کنیم، جهان اومده راجع به سیستم حرف زده و قوانینی ریخته برای تغییر رژیم. راه تغییر رژیم من هیچ کدوم از این قوانینی که جهان ریخته نیست، قانون تصوفیه. یعنی چی؟ یعنی سیستمی که یه گوشه است، خودش اینترنت خودشو داره، خودش صفحه مجازی خودشو داره، خودش هنرمنداش، خالش، ننش، دختر خالش میاد آواز میکنه، هر کی صداش خوب بوده بهش پروبال داده، خودش بازیگرای سینماش مال خودشه، خودش پیتزا رو حرام میکنه، خودش شورتک رو حرام میکنه، خودش قانون میریزه، خودش رژیم عوض میکنه، خودش آدم میذاره، خودش رئیس جمهور میذاره، خودش رئیس جمهورش مسخره میکنه. این چه سیستم منزوی. آنتروپی تو این کاهش پیدا نمیکنه. برای همین میبینی خر تو خر مملکت بر اساس قانون دوم ترمودینامیک و قانون سوم ترمودینامیک توضیح داده شده چرا ملت مملکت کشور ایران خر تو خره. چون قانون ترمودینامیک میگه سیستم که منزوی بود آنتروپی افزایش پیدا میکنه و نمیتونه کنترل کنه. خیلی راز بزرگی تو این نهفته است. پس با تظاهرات نمیشه رژیم رو عوض کرد. چرا؟ چون تروپه. در سیستم غیر قانونی جمهوری اسلامی اگر شما تظاهرات کنی بگی که من دوشنبه آینده نه آینده اونجا هم، اینا هم سربازاشون رو با تروپ میچینن دهنت سرویس میکنن و ناامیدی رو به جامعه بر میگردنن و تو را کوچک و خار و ذلیل میکنن و پیروزی خودشان را زرت و زرت مثل نمیدونم نوه دی جشن میگیرن. به راستی راه مبارزه با یک سیستم منزوی بجز قانون ترمودینامیک چه قانونی دارد؟ ما بر اساس قانون ترمودینامیک میخوایم رژیم را عوض کنیم تا رژیم بدون اینکه بفهمد عوض شود. یعنی ما با حد اکثر بی‌نظمی، یعنی با آنتروپ یا انتروپی به قول خارجکی ها رژیم را عوض میکنیم. و آیا رژیم در مقابل این حرکت آنتروپ کاری میتواند بکند؟ ابدا، چون اصلا شعورش به این حد نمیرسد. 30 تا کلن دانشمند در جهان انتروپ رو میفهمن. این آدم ندارم. فیزیکدانای اونا هم که فیزیکدانای ما هم که باهوشن اصولا الان بدبختن، یه گوشه توی شرکت هن. نشونهش اون امید کوکبیه که بود و زندانه. آجی شوخی نگو.
و ما بعد این کارو بکنیم. چه جوری می‌خوایم این کارو انجام بدیم؟ چطوری می‌خوایم این آنتروپا رو به وجود بیاریم توی کشور بینه؟ پس رژیم چه جوری عوض میشه؟ آها سینما نفهمیدیم کلا به سادگی. برای تغییر رژیم ما 3 روز باید تصمیم گیری کنیم، یعنی وقت در سیستم آنتروپ ندیم که رژیم به تروپ فکر کنه. یعنی امشب اعلام میکنیم، فردا نه پس فردا ما 4 روز 3 روز وقت رژیم رو عوض کنیم، بعدش اگر نتونیم دیگه نمیتونیم، دوباره باید برنامه‌ریزی کنیم. هر جایی که رژیم نفهمه تو داری چی کار میکنی، تو در سیستم ساختاری سیستم منزوی اون وارد یک مثل یک کاتالیزور وارد یک موضوع و موجود و یک سیستمی شدی که میریزیش به هم. مثال کوچولو بزنم، شما با حمله به بی بی سی دست چپ حکومت رو باز کرد. حکومت که بی بی سی رو دشمن خودش اعلام میکرد، شما فهمیدید که بی بی سی این خودشه، با خودش است. یعنی آن تروپ بود، حرکت شما و تروپ اون ریخ به هم. وقتی مدافعین حرم رو کلن چارشاخ گاردنش رو دادیم بالا، در تروپ به جمهوری اسلامی آن تروپی وارد شد که مجبور شد هنرمنداش بیان بشه میگن ما عاشق مدافعین حرم زینب سلام الله هستیم. الان حدود 35-36 میلیون 40 میلیون گوش کردن اون برنامه رو، اینقدر پیچید که نگاه کن خود آقای گلزار در مصاحبهش میگه مدافعین حرم چششون خون بود. گفتم چرا گریه میکنین؟ گفت برای اینکه مردم جدیدن به ما فوش رکیک میدن، ما میریم جونمونو میدیم به ما فوش میدن. و ما تو خواب دیدیم که نمیدونم امام رضا با اسب یا هر کی اومده بود، گفت گلزار شما را نجات میدهد. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی ما مدافعین حرم رو دادیم رو هوا با آنتروپ، آنچنان شما حمله کردین، له کردین، جمهوری اسلامی باید میلیون ها دلار خرج کنه هنرمنداشو به گند بکشه تا این قداست قبلی مدافعین حرم رو بچینه سر جاش. کار بسیار سختی. روزی که ریستارت شروع شد، آنتروپ شروع شد، هموطن تو لای تغییر رژیمی خودت خبر نداری. فرمول های آن تروپ ریخته شده است. برای همینه که من با بچه های داخل صفحات مجازی خیلی کم بهشون خط میدم. درسته که در انتها رهبرشون منم و تصمیم و تأیید قطعا با من است، اما آنها بدونی که خودشان بفهمن وی ایکس هایی هستن که از هوش و استعداد میلیونی خودشون دارن استفاده میکنن. خرد آنها دارد تکان میخورد. ما طبق قوانین ترمودینامیک میخواهیم رژیم را عوض کنیم با فرمول بسیار ساده آنتروپ. همینطور که مدافعین حرم از قداست افتاد، همینطور که تفکیک کردیم با نیروی تروپ خودشون با یک کلک بسیار ساده، یعنی خط کشی کردیم بین جانبازها و شهدای جنگ 8 ساله، خط کشیدیم بین جنگ 8 ساله و خط کشیدیم بین مدافعین حرم و گفتیم آنان که در جنگ 8 سال جنگیدن شهیدن و آنان که در مدافعین حرم بودن دستشون به خون مردم آلوده است و نه تنها شهید نیستن، جسد آنها را از قبرها بیرون خواهیم کشید. ما از تروپ بسیار زیبای 8 ساله دفاع مقدس ترمودینامیک را تپاندیم مدافعین حرم. این یعنی آن تروپ، این یعنی قوانین بسیار ساده ریاضی و فیزیک. اگر شما به حرف من گوش کنید بازی را برده ایم، اما اگر به حرف من گوش نکنید و روزی که این برنامه قطع شد به هر دلیلی و شما حملاتتون رو به صفحات مجازی، حملات شدیدتون رو آغاز نکردید و گذاشتید تا این برنامه قطع بشه، آن روز مرگ ایران فرا رسیده است. خوشگل من، راه نجات ما خرد جمعی است و استفاده از قوانینی که جمهوری اسلامی نمی‌داند. پس اگر قرار باشه در ریاست فرمانی از خوشگلی صادر بشه که حسینی بیان کنه، در عرض 3 روز اتفاق می‌افتد. و یادت باشد که شاه را هم 3-4-5 روزه عوض کردن،
هیچ کس برنامه ریزی نکرده بود که عوضش کنن. چرا؟ چون اصلا در ایران به دلیل اینکه حکومت‌ها اصولاً سیستم منزوی دارن، با فقط توسط آن تروب می‌شود عوضشون کرد و نه تروب. خیلی موضوع ساده و خیلی مشخصی بود که بدونید که اصلا مسیر ما به کدوم طرفه و داریم چی کار میکنیم و چه هدفی پشتش داریم. پس تظاهرات جواب نمیده، اون کارا جواب نمیده و صفحات مجازی رو ما الان نیروی هواییمون که همون صفحات مجازیه در تصرف ماست، نیروی زمینی ما داشتیم. اصلا ببین ما تعداد همین وحدت وجودی ها رو تو ایران بشمونی 14-15 میلیون، اصلا نیرو زمینه اونا جونشون برای حساب میدن، به جز مردم عام ایران که خود من هستم و شماها. ما نیرو زمینی داشتیم از قبل، ما نیرو زمینی اون چند صد سالی که هست. در برنامه ریاست بعد میگم، همین دوشنبه نیرو زمینی داشتیم، یه نیرو هوایی میخواستیم که بمباران کنه شبکه ها رو که شما دارید میکنید، و یه نیروی دریایی میخواییم. نیرو دریاییمون هم داره درست میشه و همه کار خواهیم کرد. ما قوی هستیم زیرا که ما میلیونی هستیم و باید به جهان یاد بدیم که فکر نکنن که ایرانی ها دارای هوش چند هزار ساله نیستن. پس ما فقط دنبال تغییر رژیم نیستیم، ما دنبال تدریس تغییر رژیم در جهان هستیم. شاید که صدق سری ایرانی ها کره شمالی ها نجات پیدا کنه. بدرود. موده هنوز رو تن ما